عزیز، مهمونای عزیز، امروز همینطور که میبینین که ما امروز عشا داریم، آخرین عشا در سال 2018، و تو قلب من بود که امروز در مورد عشا یکم فکر کنیم و یکم دعا کنیم، و همینطور هم امروز هم با یک قلبی بگم که آماده بتونیم بیایم از میز خداوند، از بدنشو بخوریم و خونشو بنوشیم. خیلی ها هستن که تو این چند مدتی که من متوجه شدم و همینطورم از حالی که بعضی افرادی که میان عشا رو برمیدارن، فکر میکنم خیلی هستن که اصلا اطلاع ندارن در مورد عشا، یعنی عشا چیه. فکر میکنن یک مراسمی هست که خداوند اونجا گذاشته که ما بیایم اونجا طبق معمول همه چی رو انجام بدیم. فقط میخوام امروز در موردش صحبت کنم، و بدونین که مقدس‌ترین آیینی که در مسیحیت وجود داره عشاست. چون ما یه کاری انجام نمیدیم، مراسمی انجام نمیدیم، بلکه بدن مسیح رو میخوریم و همینطور خون او رو مینوشیم. به این خاطر یک چیز بگم که شوخی نیست، چون معمولا یا میتونم بگم در اول قرنتیان باب 11 معمولا که ما این آیه رو بعضی وقت میخونیم که قبل از عشا که بتونیم خودمون رو آماده کنیم، بعضی وقت همینطور که میخونیم خیلی طبق معمول میخونیم و میدونیم یا ما میدونیم در مورد چیه. فقط امروز میخوایم این قسمت ها رو دوباره نگاه کنیم. اول قرنتیان باب 11 اینجا در آیه 27 و 28 که پولس در موردش صحبت میکنه، نسیه میتونی بخونی؟ میتونی روشن کنی؟ پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر کس پیش از آن که از نان بخورد و از جام بنوشد، خود را بیازماید، یا هر شخص خود را امتحان کند. اینجا میبینید که پولس به یه چیزی اشاره میکنه که میگه که باید خودمون رو بیازمایی، و همینطور هم میگه که امتحان کنی، یعنی یه چیزی هست که باید واقعا به دقت گوش کنیم که پس به چه چیزی هست که خدا اونجا ما رو هدایت میکنه، چه چیزی هست که باید امتحان کنیم یا خودمون رو بیازماییم. بعضی افراد هستن که برای اینطوری فکر میکنن که اوکی، من الان گناه کردم، الان نمیتونم تو عشا شرکت کنم، و یه فکرای مخصوصی دارن، یا بعضی هستن که اصلا تو گناه زندگی میکنن و هیچ ارتباطی درستی با خدا ندارن، در تلخی، در ناراحتی زندگی میکنن، خیلی راحت میان از این عشا برمیدارن و میخورن و مینوشن. و نگاه میکنیم بعضی وقت میگم که آیا واقعا خودشون میدونن چه کاری انجام میدن؟ با بعضی افراد که ما قسمتهای آشنایی داریم و میبینیم که واقعا تو گناه زندگی میکنن، و ما اونجا عنوان خادم نمیتونیم جلوگیری کنیم، اجازه نداری بگیری، ما فقط میتونیم هر دفعه اعلام کنیم، هر دفعه اشاره کنیم، بگیم مواظب باشیم، خودتون رو تفتیش کنین. الان میخوام در این قسمت فکر کنیم به چه چیزی باید الان دقت کنیم. منظوری نیست که یه کسی که توی گناه اجازه نداره، یعنی گناه یا وابستگی هایی داره، اجازه نداره از این عشا استفاده کنه. میخوایم از دید خدا نگاه بکنیم، ببینیم که خدا به قلب‌های ما نگاه می‌کنه، و چون من فکر می‌کنم و امیدوار هستم که بدونیم کلیسا یعنی بدن مسیح، درسته؟ ما اینو باور می‌کنیم، و نمی‌دونم الان چقدر با چه دقتی نگاه می‌کنیم، بگیم واقعا نگاه کنیم، همینطور به همسایه خود بگی که این بدن منه، چون اگر بدن مسیح هستیم، درسته، تک تک اعضایی که اینجا نشستین همه بدن مسیح هستین، دوباره درسته، پس به همسایت نگاه کن ببین که این بدن مسیحه و من در این بدن هستم، ما با هم یک هستیم. از دید خدا، یعنی پدر آسمونی امروز که به ما نگاه میکنه، عیسی مسیح به ما نگاه میکنه، بدن خودش رو میبینه و اعضا رو نگاه میکنه. زمانی که به من نگاه میکنین، به دست من که نگاه میکنه، به من نگاه میکنین، به این دست نگاه میکنه، به من نگاه میکنین، به پاهای من نگاه میکنه، به من نگاه میکنین. قسمت ها رو برمیداریم، فقط پشت این تمام اعضایی که اینجا من دارم آلبرته،
و زمانی که خدا به تک تک ما نگاه میکنه میگه که این بدن مسیح است، این عضوی در بدن مسیح است. و برای خدا مهم اینه که الان این عضوهایی که اینجا جمع شدن، این سلولای این جمع شدن، چطور با همدیگه وصل شدن، چطور با همدیگه رفتار میکنن. ما به این چیزا زیاد دقت نمی کنیم. ما فقط میگیم این برادر منه، این خواهر منه. همینطور که میگی من برادر منه، خواهر منه، برادر که میگی برادر کی؟ یعنی پدر او پدر توست، درسته یا نه؟ و همینطور که میگیم پس این برادر منه، یعنی این عضو خانواده عیسی مسیح است که من انتخاب نکردم، بلکه او انتخاب کرده، گذاشته کنار من. و زمانی که به همدیگه نگاه میکنیم بدن مسیح رو نگاه میکنیم. من الان اینجا تک تک شما رو که نگاه میکنیم بدن رو میبینم. هرچقدر عضو هستین تک تک، فقط بدن رو میبینیم، بدن مسیح. و عیسی مسیح ما رو اینطوری نگاه میکنه. پدر آسمونی که نگاه میکنه میبینه که تک تک شما که عیسی مسیح رو به وسیله عیسی مسیح و خون عیسی مسیح بازخرید شدین و خدا شما رو تو بدن خودش گذاشته، پدر آسمونی شما نگاه میکنه میگه این خانواده من هستن که با هم دیگه جمع شدن. الان مهم برای خدا اینه، برای عیسی مسیح این نیست که الان تو گناه زندگی میکنی الان وای بر تو و اجازه نداری مثلا میگم تو عشا شرکت کنی، بلکه نگاه میکنه و تمام ضعف‌های ما رو میبینه، تمام گرفتاری‌های رو میبینه. فقط نگاه میکنه که ارتباط با هم دیگه چطوره، این بدن چطور با هم دیگه وصل شده. میدونید بعضی وقت کسی که نگاه میکنه به عیسی مسیح که میره یک فلج رو شفا میده، یه فلج کسی هست که تمام اعضای بدن خودش، تمام سلول ها، تمام رگ ها یا تمام اعصاب ها همه به هم ریخته. به این خاطر فلج نمیتونه تکون بخوره. این مردی که 38 سال اونجا افتاده بود، بیچاره، بدبخت، که نگاه میکنه بعد از این میگه که میخوای شفا بگیری؟ پس پاشو و برو تخت خودت رو با خودت بردار و دیگه گناه نکن. این گناه باعث شده که فلجی به وجود آمده. و زمانی که عیسی مسیح به تک تک ما نگاه میکنه، به بدن خودش رو نگاه میکنه، میبینه که این بدن آیا واقعا با هم دیگه چسبیدن کار میکنن یا نه. زمانی که عیسی مسیح نگاه میکنیم که این مرد رو شفا میده و افرادی هست بودن که آمدن ابرسان بودن یا ناپاک بودن، و عیسی مسیح زمانی که شفا میده فلحقی چه کاری میکنه؟ این نظم بدن رو دوباره کامل میکنه. همه جای خودشون پیدا میکنن. به این خاطر این شخص شفا میگیره. جادویی نمیکنه که الان شفا بگیر. خدا میاد، عیسی مسیح میاد میگه که ایمان تو رو شفا داد. و زمانی که ایمان تو رو شفا داد، چون تو میدونی که من میتونم زندگی تو رو به نظم و ترتیبی همینطور که من از اول فکری داشتم برای تو انجام بدم، و به این ایمان که عیسی مسیح قادر است این کار رو انجام بده، به این خاطر این شخص میایستاد، میپرید، حتی تخت خودش رو برمیداشت و میرفت خونه. چرا؟ چون عیسی مسیح این نظم بدن رو شکل داد دوباره. و الان ما زمانی که خودمون رو نگاه میکنیم اعضا رو میبینیم، برادر خواهرها رو میبینیم. میگم که کاش که خداوند به ما این امروز این فیض رو ببخشه با چشم خودش نگاه بکنیم، ببینیم که تک تک افرادی که اینجا نشستن خدا انتخاب کرده چقدر مهمه برای این بدن. چقدر شما تک تک شما اینجا نشستین، شاید هیچ اطلاعی هنوز از عیسی مسیح ندارین، شاید قسمت‌های یاد گرفتین، شاید یه قسمت‌های زیادتر هم به هر حال رشد کردین، شاید الهیات می‌خونین. هر جایی که هستین خدا تو رو در بدن خودش گذاشته، مهیا ساخته که این بدن تکمیل بشه. این دید رو باید نگاه کنیم. و همون جاست که کار شیطان اینه که چی؟ بدن مسیح رو فلج نگه داره، فلج باشه. چون زمانی که بدن فلج باشه چه جلالی میده. زمانی که من میام اینجا اینطوری راه میرم، بگین که این مرد واقعا مریضه،
الان شاید مسخره کنی یا مسخره نکنی، بعد دلت میسوزه، اصلا نمیتونه راه بره، دلمون میسوزه. و الان نگاه کنی بدن مسیح، زمانی که عیسی هم از این بدنش رو نگاه میکنه، میگه که اینا ناقص هستن، جدایی بین خودشونه، اتحاد نیست، در اتحاد زندگی نمی کنن. نه فقط این، بلکه اصلا جایگاه خودشون نمیدونن کجاست. به این خاطر امروز که میخوایم در مورد عشا یکم بیشتر فکر کنیم، بدونیم که در عشا، یعنی عشا چه معنی بزرگی داره که عیسی مسیح مخصوصا در این قسمت صحبت میکنه. پس آزمایش کنین خودتون رو، مواظب باشین چطور میایین در میز خداوند، از این بدن او رو میخورین. پس هر که به طور ناشایسته نان رو بخورد و پیاله خداوند رو بنوشد چی میشه؟ مجرم بدن و خون خداوند، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. یعنی مقصر میشی اگر ناشایستگی بیای از این بدن بخوری. ما هر دفعه که میایم در حضور خداوند، در میز خداوند، معمولا با این دید میایم، خداوند من آمدم دوباره این راهی که یا این عهدی که با تو بستم، زمانی که تو تعمید گرفتی، چه تعمیدی گرفتی؟ گفتی خداوند من میخوام با موت تو یک بشم، در مسیح در تعمید من میمیرم و با عیسی مسیح دفن میشم و زمان هم همینطور که عیسی مسیح از مردگان برخواسته، منم با او برمیخیزم و در تازگی حیات الان رفتار میکنم. در رومیان باب 6 نوشته. این عهد رو خودت بستی، خودت گفتی من میخوام تعمید بگیرم. کسانی که الان خودش آماده میکنن برای تعمید، حق جوان که تمام شد، خودتون واقعا زمانی که ما فکر میکنم به اندازه کافی کلیسای ما تعلیم میده در مورد تعمید چیه؟ تعمید این نیست که الان تو مسیحی هستی، تعمید اینه که تو عهدی با خدای زنده بستی، همینطور که او زندگی خودش رو فدا کرده برای تو، که بازخرید کرده از دست شیطان و گناه تو رو بخشیده، حیات جاودانی به تو بخشیده. تو هم میگی خداوند الان منم زندگی خودم رو به تو میبخشم، از امروز به بعد تو خداوند زندگی من هستی. آمین. اینو اعلام کردین، یعنی عهد بستین با خداوند، ازدواج کردین با عیسی مسیح یا نامزدی کردین با عیسی مسیح و آماده هستین برای عروسی. و تو این عهد که اینجا میایین اینجا عشا رو برمی‌دارین و میگی خداوند این عهد رو میخوام تازه کنم با تو، من میخوام تو رو پیروی کنم، احتیاج به قدرت دارم، احتیاج به تسلی دارم، احتیاج چند تا قسمت هایی در زندگی من از هنوز ناقصن، خداوند در قسمت هایی هست که هنوز نمیتونم ببخشم، در قسمت هایی هست که میبینم که چیزایی در من وجود داره، وابستگی هایی هست، من آمدم از تو وردارم، از تو بنوشم، احتیاج قدرت دارم که بتونم این راه رو با تو ادامه بدم. این عهدی هست که ما در این عشا برمی‌داریم. زیباترین بگم که آینی هست که خداوند به ما داده. من میام در حضور خداوند برای از دید خودم، هر دفعه هم اینجا عشا داریم اینا تکیه میکنم، تکرار میکنم، میگم زمانی که این عشا رو اینجا نگاه میکنه، مثل اینکه الان این وابسته شده با عیسی مسیح که روی تخت نشسته، یعنی به وسیله خونش و بدنش عیسی اینجا واقعا لایبلیخ، آلمانی میگن لایبلیخ میشه به طور عینی جسمی. چی؟ یه نفر سارا؟ به طور عینی و جسمی اینجا حضور داره، چون بدن عیساست. نه، این ما نون نمیخوریم بلکه بدن مسیح رو میخوریم. هرچقدر نون فقط سمبوله و در این سمبول خود عیسی مسیح حضور داره، به این خاطر خیلی قسمت مقدسی هست. و زمانی که میایم به حضور خداوند، پس با شکرگزاری باید بیاییم، با فروتنی میایم در عشا شرکت میکنیم، همینطور هم با ضعف میایم در حضور خداوند عشا برمیداریم، با ترس خدا میایم برمیداریم، نه با آدامس توی دهنو. الان میام عشا، ببخشید یکم گنده تر کردم. این بی احترامیه به عیسی مسیح، به بدن مسیح.
بعضی هستن که زانو میزنن، بعضی هستن که میستن، الان احتیاج نیست با زانو زدن نشون نمیدی الان فروتنتر هستی، مهم قلب توست. با چه ترس خداوند میای از این بدن میخوری و از این خون مینوشی؟ اول قرنتیان باب 12 آیه 13 و 14، زیرا همه ما چه یهود و چه یونانی، چه غلام و چه آزاد، در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم و همه ما از یک روح نوشانیده شدیم، زیرا بدن نه از یک عضو بلکه از اعضای بسیار تشکیل شده است. آمین. میتونیم همه بگیم آمین؟ آمین. زیرا همه ما، تو و من، در یک روح تعمید یافتیم، یک بدن را تشکیل می‌دهیم. همه ما از یک روح نوشانیده شده ایم، زیرا بدن نه از یک آلبرت وجود داره، یک مریم وجود داره، بلکه از اعضای بسیاری که شما اینجا نشستین تشکیل شده. با این دید باید نگاه کنیم. هر چقدر میگیم برادر خواهرها، همینطور هم ما میگیم بدن مسیح هستیم. ما با همدیگه وصل شدیم، بخوایی نخوایی ما وصل شدیم. من شما رو انتخاب نکردم، شما منو انتخاب نکردین، خدا منو انتخاب کرد و تو رو انتخاب کرد. یادتون هست؟ نه شما منو انتخاب کردیم، من که شما رو انتخاب کردم و گذراندم که ثمره بیاریم و ثمره شما بماند و هر چیزی که دعا کنیم پدر آسمانی شما به شما ببخشه. اول قرنتیان 11:8 میگه، اینجا پولس، این همون قبل از این اشعایی که اینجا اشاره میکنه، الان آیه 8 اینو میگه: نخست این که میشنوم آنگاه که به عنوان کلیسا جمع میشوید در میان شما جدایی ها روی میدهد و این را تا اندازه ای باور میکنم. یا پس قبل از این که در مورد اشعا صحبت میکنه میگه که ببین، من متوجه شدم، نامه هایی گرفتم، دیدم بین شما الان جنگی هست، دعوا هست، همدیگه رو نمیپذیرین، سر همدیگه رو میکوبین. میگه واقعا میبینم که واقعا باور میکنم واقعا اینطوری هستین. و بعد از این در مورد عشا صحبت میکنه، و بعد از این عشایی که صحبت میکنه که همه چی رو توضیح میده، بعد از این میره باب 12 و میگه در مورد بدن صحبت میکنه، چقدر بدن عیسی مسیح مهمه. در یعقوب باب 11 آیه 12، باب 4 آیه 11 و 12، اینجا یعقوب اونجا اشاره میکنه: ای برادران، از یکدیگر بدگویی مکنید. هر که از برادر خود بد گوید یا او را محکوم کند، در واقع از شریعت بد گفته و شریعت را محکوم کرده است. و هرگاه شریعت را محکوم کنی، دیگر نه مجری بلکه داور آن هستی. اما تنها یک قانونگذار و داور وجود دارد، همان که قادر است برهاند یا هلاک کند. پس تو که هستی، کیستی که همسایه خود را محکوم میکنی؟ آمین. الان این آیه رو ورداریم از دید خدا نگاه کنیم، که ما اونجا قبل از این خوندیم که ما بدن مسیح هستیم، و اینجا میگه که ای برادران، از یک دیگه بدگویی مکنید. و بعد از این میگه هر کی این کارو میکنه، چه کاری میکنه؟ میگه احکام خدا رو میشکنه، ضد قانون خدا میایسته. بس تقریبا مثل این که تو خودت برتر از خدا میکنی. علی زمانی که اینجا در موردش صحبت میکنه میگه که هر کی از برادر خود بدگویی و یا او رو محکوم کنه، در واقع از شریعت بد گفته و از شریعت رو محکوم کرده است. مثل این که تقریبا اینطوری بگم، مثل این که کتاب مقدس رو یه صفحه رو پاره میکنی که ما اینا احتیاج نداریم، چون اونجا نوشته چطور باید رفتار کنی، تو برعکس که این کار رو میکنی. مثل این که میگه من رفتار من، عکس العمل من چیزتره، حقیقتتره، میگن یا بالاتره. به این خاطر احکام خدا رو محکوم میکنه. فقط ما اینطوری نگاه میکنیم، نگاه نمیکنیم، ما محکوم میکنیم. خیلی راحت هم محکوم میکنیم، بدگویی میگیم، پشت افراد حرف میزنیم، بدن مسیح رو پاره میکنیم. فقط فکر نمیکنیم که همون لحظه یک قسمتی از کتاب مقدس رو پاره کردیم، انداختیم، گفتیم که نه، به درد نمیخوره، من میدونم چی میکنم.
در همون لحظه شاید میتونم بگم از این درخت نیک و بد میخوری، چون میگی که من میدونم چطور باید رفتار کنم، من میدونم با اون برادر چطور رفتار کنم یا با این خواهر چطور رفتار کنم. بدگویی کردن فلحقی چیه عزیزان؟ پاره کردن، جدا کردن بدن مسیح. زمانی که پشت برادر امیر شروع میکنم صحبت بکنم، چی میکنم فلحقی؟ این بدن رو اول ترد میکنم، یعنی نه، این عضو رو ترد میکنم. زمانی که بدگویی میکنم یه شکافی به وجود میارم در کلیسا، و شکافهای زیادی در کلیسا وجود داره به خاطر بدگویی ها، به خاطر اینکه پشت هم کنار هم نمیایستیم، بدن رو اتحاد رو در مسیح نگه داریم. و خدا این زمانی که نگاه میکنه میبینه که فلجی در بدن خودش هست، جدایی هست. یعنی یک رگی بگم که یک رگ، یا میگن بنده میشه، نمیدونم، بند پاره بشه چی میشه فلقی؟ دستم شل میشه، درسته؟ یه زمان بود این چیز انگشت کوچیک من اونجا این بند پاره شده بود، یا و این اینطوری افتاده بود، اینطوری و نمیتونم گیتار بزنم با این چیز میکنم دیگه، با این انگشت نمیتونم گیتار بزنم. یه قسمتی کوچیک باعث شده که نمیتونم خدمت خودم رو درست انجام بدم. زود رفتم دکتر، هر کاری کردن، هر چیزی گفتن انجام دادن، چون این بدن میخواستم سالم بشه. نمیگم که آب به من چیم، انگوشت کوچیکیه دیگه، مهم اینه که این شست قوی تره. خب شست واقعا قوی تره، شست تمام این چهار تا انگوشت ها رو چیز میکنه، نگه میداره. الان این شست رو نداشته باشم نمیتونم یک لیوان از که برای من آب آوردی نمیتونم نگه دارم. این شست اوکی میتونم اگر خیلی فقط با شست خیلی راحت تره، نه؟ این شست برادرته، خواهرته، کنار تو نشسته. و زمانی که محکوم میکنی جدا میکنی، بدن رو فلج میکنی. گوش میکنی؟ بدنی میتونه کار کنه. ضعف دارم، ناقصم. آلبرت ناقصه، آلبرت به درد نمیخوره، الان شسته یا پای و هر چیزی میتونه باشه. به این خاطر عیسی مسیح زمانی که بدن خودش رو نگاه میکنه واقعا درد میکشه، چون میگه که تک تک اعضایی که اینجا نشستن با خون من، این خون بره که ریخته شده، بازخرید شده، که اینجا با این خون، با این روح شما هم دیگه بچسبین، جلال نشون بدین. و زمانی که این نیست میتونم که جلالی توی کلیسا هم دیده نمیشه، جایی که جدایی هست. در آیه 29 و 30 که ادامه بیده در مورد اشیایی که صحبت میکنه، زیرا هر که بدون تشخیص بدن خداوند بخورد و بنوشد، در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است. از همین روز که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و شماری هم خفتند. خودتون بخونین دوباره، یعنی برای خودتون چه اتفاقی میفته اگه تو به ناشایستگی از این بدن بخوری، از خون بنوشی. اینجا اشاره میکنه، میگه که محکومیت خود را خورده و نوشیده است. اگه کسی که واقعا با ناشایستگی از بدن خدا بخوره و از خونش بنوشه، محکومیت خود
یعنی خودت وارد داوری میکنی. در عتیق که نگاه میکنیم چند تا قسمت هایی هست که در لاویان اونجا نوشته، چیزایی هست که برای خداوند قدسه، چیزایی هست که میگه قدس الاقداسه. یعنی یه چیزی هست که زمانی که در مورد خدا در مورد قدس الاقداس صحبت میکنه، در مورد آتشی صحبت میکنه. زمانی که با ناشایستگی وارد میشی در جایی که باید خودتو آماده کرده باشی، اگه اینطوری انجام ندی، مرگ جلوی تو می آمد و اونجا کشته می شدی. این میشه در قدس الاقداس، یعنی جلوی خدای قدس قدس می گنه استادی. زندگی کراخ رو نمی دونم می شناسی یا نه. دوتا پسرای کراخ بودن و خودشونم باید هر روز آتش آماده می کردن و می بردن توی قدس الاقداس، یعنی قدس می بردن و این چیز رو این نه معبد رو برای پرستش آماده می کردن. و این پسران آرون بودن که کاهن اسرائیل بود و پسرانش باید واقعا با ترس و لرزش این خدمت رو انجام می دادن. فقط اهمیت نذاشتن، گفتن با یک آتش معمولی آمدن، می خواستن این مزبر رو روشن کنن. و خداوند گفته بود هیچ موقع کسی که با این ناشایستگی بیاد، با قانون خودش بیاد، اونجا محکوم خواهد شد. دو تا پسرانش، و خدا نگاه نمی کنه که الان پسران آرون هستن، پسران کاهن هستن. هر کسی که با قلب ناشایسته وارد بشه به یک مکانی که نباید بیاد، اونجا داوری منتظرشه. و دو تا از این پسرانش اونجا هم لحظه هم زمان اونجا کشته شدن. و با این حال حتی خدا به آرون گفته که ببین بس گریه بکنی، این به من بی احترامی کردن. عزیزا میخوام بگم که همین خود مقدسترین آینی که هست عشای ربانیه، که میای در برها در حضور خود، در قدوسیت، در تقریبا مثل در قدس الاقداس وارد میشی، چون بدن مسیح رو میخوری، خون عیسی مسیح رو مینوشی. گوش میکنین عزیزان؟ امیدوارم حواست جمع باشه، چون کار شیطان اینه که شما نشنوین و ندونین که آخر هم همینطور توی این محکومیت هم زندگی کنین. و ادامهش اینه: اما اگر بر خود حکم می کردیم، بر ما حکم نمی شد. پس آنگاه که خداوند بر ما حکم می کند، تأدیب می شنویم تا با دنیا محکوم نگردیم. آمین. اینجا منظور این نیست که خودت رو محکوم کنی، محکوم کردن نیست. اینجا باید همینطور که نگاه می کنی که زندگی تو، فکرهای تو، بدنهای تو باید زیر دیسیپلین بیاری. خودتو باید داوری کنی که آلبرت من اجازه به تو نمیدم الان برادرت و خواهرت رو محکوم کنی. این میشه حکم کردن، نه داوری. وای الان من بدم، آخ به درد نمیخورم. نه، زمانی که یه خواهری میبینم، یه برادری میبینم، یه رفتاری میبینم، یه عکس العملی میبینم، بلافاصله یه فکری میاد، ببین دوباره اینا، به درد نمیخوره، بلافاصله باید اونجا بیستی، آلبرت اجازه به تو نمیدم، این بدن مسیحه، من اینجا نیستم که بدن مسیح رو پاره کنم. خدا من برکت میدم این خواهره، برادر، هر خرابکاری کرده، یک مسئولینی هست، شبانم هست که دنبالشه، من تصمیم میگیرم برکتش بدم، دعا کنم که درست سالم رشد کنه. این میشه تو خودتو حکم کردی، خودتو دیسیپلین کردی، زیر دیسیپلین آوردی. اون موقع میگه که تو دیگه حکم نخواهی شد. اگر اینطوری انجام بدی و شروع کنی حکم کردن، داوری کردن، یک روز جلوی عیسی مسیح، تخت عیسی مسیح باید اونجا داوری بشی. به اضافه که در این عشا به ناشایستگی بخوری و بنوشی، میگه که بعضی هستن که چی شدن؟ مریض شدن. بعضی هستن که مردن. چی؟ ضعیف شدن. بعضی هستن که حتی مردن. عزیزان خواهش میکنم،
خیلی تو این چند مدت هم شنیدم که میگین که خدای ما خدای قدوس، خدای ما خدای محبت، خدای فیض، خدای راستی. خدا هیچ موقع اجازه نمیده من مریض بشم، هیچ موقع اجازه نمیده من الان مثلا ضعیف بشم. خدای فیض، از صبح تا شب فیض. عزیزان همینطور با شایستگی بیای از اینجا ورداری، این میشه فیض. دریافت میکنی که بتونی این راه رو با خدا ادامه بدی. فقط ما جلوی خدای قدوس ایستادیم. اگه ناشایسته بیای اینجا از این ورداری، یک بار میتونه خداوند میگه که ندیدم، اگر نمی باید داوری بیاد. من اینطوری احساس میکنم بعضی وقت واقعا اونجا که نشستم، بعضی افرادی که میاین اینجا فقط چشم میبینن که خداوند واقعا رحم کن، نمیدونه چه کاری میکنه. خدا شاهده. عزیزان من آشنا شدم، نه آشنا شدم بلکه تجربه دیدم در عشا تقریبا 3-4 سال پیش بود، 5 سال پیش بود یادم نیست دیگه، یک کسی بود که تو همونطور جمع شده بودیم، همینطور شروع کردیم به عشا و یک زن، یک خواهری هم بود که پر از چیزایی میگم یا نادرست و مشکلهای اونجا بود، آزاد نشده بود. و همینطور که عشا رو برداشتیم متوجه شدم یه اتفاقی افتاد و این یه برادری بود که بعد از این به من گفته که نمیدونم الان زمانی که این زن، این خواهر اینو برداشت، یه دونی احساس کردم یک آتشی از بالا آمد، یه چیزی دیدم اونجا، یه اتفاقی افتاد. عزیزان این زن روانی شده، توی تیمارستانه. من شبانان آشنا شدم عزیزان، شبانان که خدا چند بار فرصت داده بود، چند بار فرصت داده بود و گوش نکردم، سکته قلبی گرفتم، مردم. یک خادمی میشناسم از کلیسای ایلیم که اون زمانی که این کلیسای آلفا اومگا یا فارسی زبان رو شروع کرده بودیم خیلی ضد ما ایستاد، یه جدایی به وجود آورد. بعد از سالها دیوونه یا دیوونه عقلش رو از دست داد، کارهایی شروع کرد انجام دادن، آخر انداختن توی تیمارستان. مسیحی و رهبر کلیسا بود. منظور این است که خدا میاد بلافاصله داوری میکنه، یه فرصتی میده، فرصتی میده، فرصتی میده، فرصتی میده. و اون شخص دائما هر دفعه همینطوری میایستاد صحبت میکرد، یعنی واقعا نگاه میکرد، احساس میکرد واقعا مرد خداست و درونش خدا نگاه کرد. بعد از یه مدت او رو دیدن توی خیابون اوریان پیاده میره، عقلش رو از دست داده بود. عزیزم با این خدا ما روبرو هستیم، خدای قدوس. من این کتاب رو ننوشتم، اینجا عیسی مسیح خودش اینجا نوشته هر کسی ناشایسته بخوره مریض میشه، ضعیف میشه، حتی بعضی هستن که مردن. و من احساس میکنم یک زمانی هست عزیزان، هر چقدرم بعضی وقت ما میگیم ما ایرانی هستیم، فرهنگ ما اینطوریه، نمیدونم اینطوری یاد گرفتیم، باشه اینطوری یاد گرفتیم، آلمانی ها چیزهای دیگه یاد گرفتن، ارمنی ها یه چیزهای دیگه، ترک ها یه چیزی دیگه یاد گرفتم. من باور نمیکنم یک مرد ایرانی، یک زن ایرانی نمیتونه بیاد زیر تسلط عیسی مسیح که بتونیم همدیگه رو برکت بدیم، این رفتار غیبت و جدایی رو پشت برادر خواهر حرف زدن جلوش بگیریم، چون مسیح در ماست. من میتونم خودم رو زیر کنترل خداوند بیارم. من اجازه نمیدم پشت شما حرف زده بشه، من اجازه نمیدم پشت کلیسا حرف زده بشه که کلیسا رو پاره کنه. چرا اینقدر کلیساهایی به وجود آمدن؟
چرا الان فرقه های زیادی هستن، نمیدونم 200 تا فرقه های مسیحی هستن یا زیادتر؟ چرا؟ چون هر شخص خودش رو جدا کرد، گفته من بهتر هستم. یک کسی دیگه جدا کرد که کاتولیک، اوانگلیک، نمیدونم هزار تا چیزای فرقه هایی به وجود آمدن، به وسیله تعلیم، به وسیله برای چیزای مختلف. به این خاطر دنیا نگاه میکنه میبینه که بدن مسیحیه، کاتولیک، اوانگلیک، پروتستان، نمیدونم پنتیکاست یا باپتیست، نمیدونن چیه، دنیا نمیدونه. تو این چند مدت در قرن 21 خداوند خیلی فیضی بخشیده، خیلی کلیساها یواش یواش جمع شدن، کاتولیکا الان با اوانگلیشا یواش یواش نزدیکتر شدن. خیلی جالبه، با هم دیگه فقط عشا نمیگیرن، میدونستی؟ اوانگلیشا با کاتولیکا با هم عشا نمیگیرن، چون کاتولیکا تعلیمش فرق میکنه از پروتستانت ها. اینم امیدوار هستم یک روزم برطرف بشه. به این خاطر ما و فکر میکنم و امید من برای این موعظه این بود که مخصوصا که وارد 2019 میشیم و اولین عشایی که خواهیم داشت بعد از امروز عشا، این عشا دیگه سال تازه هست، که واقعا با یک روش، با یک دید جدید از کلیسا، از اعضای بدن مسیح واقعا وارد بشیم که خدا این فیض رو ببخشه، جایی که اتحاد به وجود میاد، برکت ها خواهند آمد، برکت ها خواهد ریخت. اینجا میگه که در اول قرنتیان 11 آیه 18، اما حقیقت این است که خدا اعضا را آن گونه که خود میخواست یک به یک در بدن قرار داد. چشم نمیتواند به دست بگوید نیازی به تو ندارم، و سر نیز نمیتواند به پاها گوید نیازمند شما نیستم. برعکس، آن اعضای بدن که ضعیفتر می نمایند بسیار ضروری ترند. مرسی. از آیه 21 تا 25 بود فکر می کنم، اوکی گود، نه همین کافیه. زو اینجا پس پولس چی می خواد بگه؟ که اول یک دیگه بدن خدا هستیم، بعد از این میگه چش نمی تواند به دست بگه نیاز به تو ندارم. کلاله نمیتونه به سارا بگه که ببین تو رو احتیاج ندارم. و سر نیز نمیتونه به پا بگه نیاز تو نیستم. برعکس، آن اعضای بدنی که ضعیفتر می نماید بسیار ضروری تر است. اگر بدن مسیح رو که بدن خودت رو نگاه میکنی، کدوم قسمت میخوای باشی؟ میخوای دست باشی؟ عمل میکنه بی اینو دست میخوای باشی؟ چی میخوای؟ چشم همه چی رو نگاه میکنم، من همه چی رو، گوش مخصوصا ما دوست داریم بشنویم، یا حرف زدن. کسی هست که اینجا میخواد کف پا باشه؟ کسی هست کف پا؟ عیسی مسیح شیطان رو زیر پاه که کف پا گذاشته. الان کی هست که میخواد کف پا باشه؟ میگه که عیسی مسیح میگه شیطان زیر پای کف تو رو میذارم، تو سلطنت میکنی، نه سر میتونی برعکس نمیای، نه زیر پاهای توست و تو حکومت میکنی. این پاه نباشه، این دست نباشه، این چشم نباشه، تو نمیتونی سالم رشد کنی یا سالم زندگی کنی، درسته یا نه؟ فقط برحال این از طریق فیزیکی صحبت میکنم، از طریق روحی. الان بدنم نداشته باشیم، دست و پا هم نداشته باشیم. برادری هست که دوتا پا و دستاش هم نداره، فقط واقعا فیلم هایی هست نوشته، موعظه میکنه، شهادت میده از کارهایی که خداوند در زندگیش کرده. از طریق فیزیکی فقط صحبت میکنم، از طریق روحی هر چیزی هم، هیچ چیزی هم نداشته باشین، روح خدا داشته باشین، دیگه واقعا اینجا مرد و زن مقدسی هستین.
و به این خاطر میگه که اما خدا بدن رو این اما خدا بدن رو چنان مرتب ساخته که حرمت بیشتر نصیب اعضایی شود که فاقد آنند تا جدایی در بدن نباشد بلکه اعضای آن به یک اندازه در فکر یکدیگر باشند و اگر یک عضو دردمند گردد همه اعضا با او هم درد باشند و اگر یک عضو سرفراز شود همه در خوشی او شریک گردند بدین قرار شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از آنید. هللویا. این کلام شیرینی نیست عزیزان؟ لذت نمیبریم واقعا زمانی که اینو میخونم واقعا میبینم که عیسی ما رو چطور نگاه میکنه یا و هیچ موقع کسی رو نمیگه که تو بهتر هستی، تو کمتر هستی، بلکه و حتی کسانی که میگه که ضعیف هستن حتی احترام مخصوصی بهشان داده. ما الان اینطوری نگاه نمی کنیم. ما فقط نگاه می کنیم تو کی هستی، چی می کنی، چه قدرتی داری، چه چیزی در مسیح هستی. اون موقع می تونی بگی آها الان اونو احترام می زنن. خدا میگه نه، خدا اینطوری نگاه نمی کنه. نگاه نمی کنه که الان تو به چه مقامی رسیدی. خدا نگاه می کنه که اینطوری که تو رو خلق کرده و خودش تو رو انتخاب کرده، تو رو خوانده در جایی که تو در بدن مسیح باید قرار بگیری، اونجا هستی و اونجا وفادار عیسی مسیح رو پیروی میکنی یا نه. گوش میکنی؟ خدا نگاه نمیکنه الان من واعظ هستم، پاستور کلیسا هستم. خدا نگاه میکنه آیا واقعا در اینجا قرار گرفتم و اینجا خدمت میکنم، آیا واقعا در با تمام قلب با تمام روح رو پیروی میکنم و خودم رو تبدیل میکنم به شباهت او و همینطورم وفادار در هر طوفانا، در هر مشکلات، در هر اتفاقاتی میفته واقعا وفادار برای خدا میایستم یا نه. یک بدن، من میدونم که من یک عضوی در بدن مسیح هستم که باید این چیزایی که دریافت میکنم منتقل کنم به شما ببخشم. هیچ برکتی برای من نیست. هر چیزی که من دریافت میکنم، این مکاشفه رو که دریافت میکنم یا صحبت میکنم یا هر چیزی که به دست بیارم مال بدنه عزیزان. آمین. میتونیم آمین بگیم؟ آمین. هر چیزی که به دست آوردی، هر شهادتی که داری، هر مکاشفه‌ای که تو گرفتی عزیزان، تو خوشحال هستی، ما هم با تو خوشحال هستم. میگه هاللویا، واقعا این برادر این چه ملاقاتی با خدا داشته، چقدر خدا با او صحبت کرده، چه چیزی آزاد کرده. این فقط برای خودش نیست، این من برکت میگیرم و شما برکت میگیری و هر کسی هم یه چیزایی به دست میاره منتقل میکنه، ما بنا میشیم. به این خاطر هم همین قسمتی بود که چی گفته، زمانی یه کسی که درد میکشه منم با او درد میکشم، اگه یکی چی مکاشفهی به دست میره آزاد میشه، من شاد میشم. هیچ موقع، همینطور که گفتم، این انگشتی که اینجا فقط این یک چیز کوچیکی بود، اصلا دیده نمیشد، تمام بدن درد میکشید و خدمت خودم رو نمیتونستم انجام بدم. یه چیزی کوچیکی اتفاق افتاده، شما نمیتونستیم برکت بگیرید. زمانی که برای همدیگه دعا میکنیم چی میکنیم؟ مثال میگم، الان دستم شکسته یا هر چیزی هست یا سرم درد میکنه، و زمانی که برای من دعا میکنه من شفا میگیرم، پس فلحقیقی بدن شفا گرفته. این منتقل میکنم به شما. بعضی وقت که میام با سردرد نسین، مخصوصا در این قسمت ها سردردی با سردرد میامد بعضی وقت اینجا، فقط ما دعا میکردیم خدا من محض تو بیاد الان هر چیزی که هست الان ورداشته بشه، و خودش هم شهادت میده زمانی میاد اینجا شروع میکنه موعظه کردن دیگه سردرد همه چی برطرف میشه، چون خدا نگاه نمیکنه به او این سردرد داره، نه خدا نگاه میکنه چه چیزی شما احتیاج دارین. آمپولای خودش رو میخواد به شما ببخشه که شما بنا بشین، و هر دفعه هم که شهادتی میشه این موعظه چقدر برکت کرد، این تعلیم چقدر منو بنا کرد. برای چیه؟ برای بدن مسیح که رشد کنیم با هم دیگه. فقط بلا فاصله، بدیش اینه که بلا فاصله رشد میکنیم، یعنی چیزایی میگیریم و خدا میگه که به این شمشیر داوری رو از دست تو وردار، جدایی به وجود نیار، بلکه احترام بذار به برادر خواهرت. این برکت رو به تو دادم که تو بیسی و برادر خواهرات رو که ضعیف هم هستن بلندش کنی. به این خاطر اینجا میگه که ببین، یه کسی که بدن
یک کسی که درد میکشه ما هم درد او میشیم، و یک کسی که عزیزان قلب برای کلیسا نداره، قلب برای بدن مسیح نداره، بی تفاوته به بدن مسیح. به این خاطر خیلی راحت میتونیم حکم کنیم، داوری کنیم و کلیسا رو جدا کنیم، بدن مسیح رو جدا میکنیم. تو الان میخوام واقعا باور کنی تو یک عضو مهمی در بدن مسیح هستی. مسیح تو رو در این بدن گذاشته، من به تو احتیاج دارم و تو به من احتیاج داری، ما به هم دیگه احتیاج داریم. ما فقط باید جای خودمون رو پیدا کنیم. زمانی که این دنیا رو، این جامعه رو نگاه میکنیم، دنیا رو نگاه میکنیم، میبینیم توی دنیا فقط نظم میتونیم پیدا کنیم زمانی که همه بخشای این جامعه باید جای خودش رو داشته باشن. یه پلیس باید باشه در این دنیا، بگیم تو آلمان یه پلیس باید باشه، همه پلیس نیستن. وکیلا باید باشن، درسته؟ قاضی باید باشه که باید عدالت رو برطرف کنه، اجرا کنه، یا ببخشید همینطور هم یک وکیل باید باشه که تو رو برای دفاع کنه، مهندس باید باشن که ساختمون رو چیز کنن، درست کنن. همون جایی که تو زندگی میکنی، همون یک کسی ساخته، یه چند بنا میگن، بناها ساختن، افرادی بودن که ساختن که تو اونجا زندگی میکنی، مهم بودن. اگه اون رو نبودن تو باید خونه خودت رو میساختی، درسته؟ یک روزی بود که تو با ماشین همینطور میرفتم، یکم هم عجله داشتم، همینطور آمدم، یک چیز خیلی کوچیکی بود، یک خیابان کوچیکی بود و از این مول، چی میگن، مول واگن، یه نفر ماشین دوبایه، زوبایه، زباله، ماشین زباله، ماشین زباله جلوی من بود، خطی دیگه هم نبود. راحت شدین؟ زباله. گود. و همینطورم عجله داشتم، گفتم که کاش که زود میرفتم راه رو آماده میکردم، و دیدم که این افراد خیلی راحت، خونسرد کار خودشون انجام میدن، و خدا نشون داد، گفته که ببین برکتش بده. اینا نبودن خیابونا پر از بو، پر از کثافتی بودن. اینا هستن که بگم که این هامبورگ رو تمیز نگه میدارن. اینا باید باشن. الان در این قرن 21، در قرن تکنولوژی، کامپیوتر، همه چیز باشه و این افراد نباشن، این شهر ما پر از بو خواهد بود. اینا باید باشن. از اون موقع دیدم یه هر شخصی که اینجا میبینم یه خدا برکتش بده، این باعث میشه که نفس بکشم. من خیلی راحت، ما آشغالمون میذاریم توی پیت، فقط اینا باید وردارن ببرن تو برحال مرکز این که آشغالا رو اونجا خالی کنن. پس همینطور که در جامعه تمام این بخشایی هستن که شرف در نظم و ترتیب، در آرامش، بگیم که اینطوری زندگی کنن، همینطور هم ما جامعه خدا هستیم و اینجا باید جایگاه خودمون پیدا کنیم. به این خاطر خدا میگه که مهم هستید. الان این شخصی که اینجا توی از مولمن چی میگن پس؟ آشغالی؟ مولمن. پس این مرد آشغالی؟ نه نمیگن آشغالی بابا. یه لحظه یه نفر صحبت کنه. رفتگر.
رفتگر. آها. رفتگر. گود. عزیزان این شخص رفتگر احتیاج هست که تو بتونی راحت زندگی کنی. یه کسی که تو به کلیسا هست که شاید یه کار فقط بگم که نظافت رو میکنه یا آشپزخونه رو هر کاری که انجام میده، مهم هستن این افراد. مهمترم هستن. چی؟ مهمترم هستن. امروز مخصوصا بعد از جلسه ما شام داریم. این افراد زحمت کشیدن. جمع برای خرید کردن. آمدن همه کارها رو انجام بدن که ما آخر برکت بگیریم. فقط جایگاه خودشون هست. من نمیتونم بگم آه تو آشپزخونه کار به درد نمیخوره. نه، این همه ما اینجا هستیم عزیزان. از دید خدا مهم هستیم. فقط متاسفانه چون جایگاه خودمون رو پیدا نگاه نکردیم، به این خاطر همینطور در سردرگمی زندگی میکنیم و به این خاطر احساس پوچی میکنیم. من درد نمیخورم. اصلا میان کلیسا اصلا به هیچ کسی سراغ منو نمیگیره. نه، سراغ تو هیچ کسی نباید بگیری. تو باید بگی که بدن جایگاه من در این کلیسا چیه؟ خدا برای چی منو الان تو این کلیسا گذاشته؟ آمین. تو عطاهایی از خداوند گرفتی. فقط جایگاه خودت باید داشته باشی. به این خاطر زمانی که جای تو پیدا کردی دیگه، اون موقع من یا زین میشه مفهوم زندگیت شدی. یعنی میدونی الان در بدن کی هستی و عطاهایی که خداوند به تو بخشیده میتونی استفاده کنی. فقط جای خودتو باید پیدا کنی و زمانی که پیدا کردی دیگه نق نمیزنی، دیگه شکایت نمی کنی که و جدایی به وجود نمیاری، بلکه اون جایی که خدا گذاشتی، خدا به تو همه چی رو بیمخشی که بتونی میتونی ببخشی. الان عنوان الان خودم رو نگاه میکنم، عنوان شبان خداوند منو خوانده، من دنبالش نرفتم، من با زور شبان نمیخواستم بشم. این استعدادهای عطاهایی که از خداوند داده شروع شده چطور؟ زمانی که عیسی مسیح رو پیروی کردم به اینجا رسیدم که میبینم که خدا منو اینجا خوانده و زمانی که اینجا هستم، پس خدا هر چیزی که من احتیاج دارم به من میبخشه که به شما بدم. غذاهای روحانی که احتیاج داری به شما میدم. نسلینم اینجا گذاشت، خداوند گذاشت از طریق تعلیمم همینطور. هر چیزی که دریافت میکنه به شما منتقل کنه. من میتونم برم به هر حال آشپزخونه، فقط غذای بیمزه به شما خواهم داد، سوخته خواهم داد. بگیم به آلبرت برو بیرون، با من به درد نمیخوری. من اگم راسته، من درد نمیخورم تو آشپزخونه. منو بذار توی جلوی کامپیوتر، تا میخوام یاد بگیرم همه چی رو فراموش کردم. برادر مهدی و مجید و افرادی اینجا اصلا فکرشون اینطوری، همه نگاه میکنن زود همه چی رو متوجه میشن. من میگم راحت مخ خودت بکن، من جای من نیست. من دیگه با زور اینجا نمیخوام نگه دارم، من نمیتونم. من باید برم جایگاه خودم. اون موقع هست که لبریز میشم، اون موقع هست که به دست میرم. جای من اینجاست، تو پرستشه. احتیاجی زور بزنم، بلکه خدا گفته اونجا باش من میریزم، اینجا باش من میریزم، آشپزخونه نمیریزم، تکنیک نمیریزم، تو جای دیگه نمیریزم. راحت. چرا بال بزنم برای چیزای دیگه؟ فقط کسانی که آشپزخونه، کسانی که تکنیک. دیروز هم رفته بودیم توی کنسرت، یعنی کنسرت ما اینجا کنسرت داشتیم توی شهر وودپورتال. یک برادر آلمانی بود، این 4 ساعت فقط در حال خدمت کردن برای تکنیک بود، تمام سیما رو وصل کنه، نمیدونم 1000 تا کارهایی میکرد. آخرش گفتیم واقعا تو نبودی ما اصلا نمیتونستیم یک زمان پرستش داشته باشیم. آذرم با ما بود و گروه برادرمون وحید بود و همینطورم گروه پرستش برمن رفتی اونجا کنسرت دادیم، یا پرستش بیشتر بود. این برادر آخرشم تشکر کرد، گفته میدین یک ما الان 9 نفر از آلمان از هامبورگ آمدیم اونجا، این شخص نبود میتونستیم همه چی رو فراموش کنیم.
به این خاطر گفتیم واقعا تشکر، دست زدیم، بگیم مرسی که آمدی، مرسی که 5 ساعت رو وقت تو گذاشتی، تمام سیم‌ها رو همه چی رو وصل کردی. الان بگم که به درد نمیخوره. این باعث شد که ووپرتال ایرانی هایی که اونجا هستن برکت بگیرن. آخر میخوام یک داستانی تعریف کنم که خیلی برای من باعث برکت شد. یک مردی بود تو تلویزیون اینو این چیز رو دیدم، یک مردی بود که رفته بوده تو مسافرت، میگن قطب جنوب، قطب جنوب، و اونجا با کشتی، و بعد از این همینطور که با کشتی میرفتن این پینگوین ها رو دیدن. این پینگوینی که الان برادرمون علیرضا بندازه. علیرضا نوبت توست. نه، پینگوین رو میخوام. این پینگوین رو دیدم. بعد از این گفته که فکر میکنم این درست طرحی نشده از خداوند. نه گردن داره، نه پا داره، زانو نداره، و میگه خداوند، یعنی خدا، این بدبخت اینطوری چیز خلق کردی، و فکر میکنم اونجا طرحی درستی نکردی. بعد از این گفته همینطور که اینطوری فکر کردم، همینطوری بعضی وقت هست که من یه چیزی نگاه میکنیم، فکرهایی میاد اینطوری بشکای چرت و پرت میاد اینجا نگاه میکنیم، یهو اینا تک 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 رفتن و پرید روی تو آب. زمانی که این پرید تو آب، شروع کرد به شنا کردن، یهو نگاه کردم که گفتم که واو، از طریق انسان نگاه میکنیم مثل اینکه به درد نمیخوره. فقط زمانی که در یک مکانی که رفت که مال خودشه، شروع کرد به چیز کردن، به شنا کردن، و بعد از این گفته که متوجه شدم، گفتم انرژی یک پینگوین اینطوری که با یک لیتر بنزین 2000 کیلومتر میتونه شنا کنه. گوش کردیم؟ یک لیتر بنزین یعنی انرژی یک لیتر بنزین میشه 2000 کیلومتر شنا کنه. گفته دهنم بسته شده. گفتم چه خدا، چه چیز عالی تو خلق کردی. و از این درس، از این چیزی که خودشم خود این مرد صحبت میکرد، این بود که ما چقدر زود ما قضاوت میکنیم. الان به هر حال ما خودمونو که نگاه میکنیم، همه ما شخصیت‌های مختلف داریم، گذشته مختلف داریم، و خدا ما را تک تک ما منحصر به فرد خلق کرده. همینطور که تمام حیوانات رو نگاه میکنیم، به هر حال سگ‌های از گربه‌های از پینگوین‌ها از خرس هست، هزار تا چیزهای مختلف وجود داره. الان نمیخوام خودم رو مقایسه کنم به این چیز، فقط میگم که خدا که نگاه میکنه به تک تک ما همه تک هستیم. یک چیزای مخصوص در ما وجود داره که خدا ما رو خلق کرده. تو در این قسمت نمیتونی عوض بشی. این پینگوی نمیتونه بره پیش روانکاو بگه که ببین من الان پا ندارم، زانو ندارم و گردنم ندارم، نمیدونم شاید در بچگی خودم پدرم روی سر من زده و دیگه گردنم دیگه چی شده دیگه. اتفاقی افتاده دیدی، زانو هم از بین رفته، خواهش میکنم دعا کن، روان درمانی کن که پاهم و گردنم صاف بشه. این روان کافی شه، ببین هی هزار بارم تو رو روان درمانی کنم، تو این هستی. و این پینگوین نگاه میکنه به یه خرسی، میگه که من مثل خرس میخوام باشم، ببین چه گردن کلوفتی داری، چه پوست چه پوستی عالی داره، ببین ابهتش چقدره. من اینجا
نمیخوام این باشم. من میخوام مثل خرس باشم. چه گردنی؟ چه پاهایی؟ هزار بارم این پینگوین بره پیش روانکاو، روانکاو میگه من از تو نمیتونم خرسی بسازم، تو پینگوین هستی، باور کن، قبول کن، تو این هستی. بدبختی تو اینه که در مکانی خودتو گذاشتی که نمیتونی الان این چیزی که خدا در تو گذاشته منتقل کنی. پینگوین خلق نشده که در زمین در خشکی زندگی کنه، اون برای دریا خلق شده. زمانی که تو دریا میفته اون موقع دیگه شنا میکنه، میبینید دیگه چطور میان و میپرن بالا می... یعنی واقعا لذت بخشه که نگاه میکنه، میگیم که عالی، چه خداوند چه چیزی عالی خلق کردی. یه خرسی برای اینجا نگاه میکنیم، یه خرسی برای دریا خلق نشده، بلکه روی زمین بتونه اونجا زندگی خودش رو انجام بده، زمانی که با ابهتش میاد اونجا. عزیزان این چیزایی که زمانی که صحبت میکرد احساس میکردم ما باید یاد بگیریم بدونیم که در مسیح من کی هستم، چه خواندگی دارم. تو احتیاج نیست الان بگم که یه چیزی از خودت بسازی که نیستی. اگه روان کاف بهش میگفت باشه حالا مثل اینطوری بگم، مثل این گردن و این پوست و این پوست میگن نه، این به تو بدم بپری تو آب اونجا خفه میشی. تو خلق شدی برای این قسمت. خدا رو شکر کن برای این چیزایی که خداوند به تو بخشیده. برای خرس از خدا تشکر کن. الان از روحانی صحبت کنم که خداوند میگه که مثلا ما باید اتحاد رو نگه داریم. میتونم بگم تقریبا اینطوری فکر میکنم، پینگوین الان خودشو نمیتونه محافظت کنه، یک گرگی بیاد یا چیزی بیاد نمیتونه خودشو برحال محافظت کنه، فقط خودش میتونه برحال در آب الان میگم رابطه خودش با این خرس بتونه با این در این آب هدایت کنه که مثلا ماهی ها رو بیارن کنار آب که خرس اینجا بتونه خیلی راحت از این ماهی ها ورداره بخوره قوی بشه. و زمانی که این پینگوین آمد روی خشکی، این خرسه که او رو محافظت میکنه، هدایت میکنه، کمک میکنه. منظور اینه که زمانی که ما استعدادهای خودمون رو نگاه میکنیم، عطاهای خودمون رو نگاه میکنیم و میبینیم که زمانی که جایگاه خودم هستم، این افراد دیگه هم جایی که خدمت میکنن، اینها هستن که با دعاهاشون با زندگیشون با خدمت خودشون منو نگه میدارن و همینطورم من با زندگی خودم رو شما رو نگه میدارم. این ذهن رو باید داشته باشیم عزیزان. به این خاطر تو باید از خداوند بپرسی مشکل تو الان که الان اینطوری مثال میگم هنوز جای خودتو پیدا نکردی، واقعا دنبالش بری بگی که الان یه آشنایی از خودت داری، تو میدونی کی هستی و برای چه چیزی خوانده شدی، میدونی الان ضعف تو چیه و همینطور هم قوت تو کجاست که چه چیزایی خداوند به تو داده. بیایم پیش رهبرای خودت بگی که در این قسمت احساس میکنم قوی هستم و اونجا ما هدایتت میکنیم، کمک میکنیم، جایگاهی باشی که خدا برای تو انتخاب کرده. اون موقع خواهی دید بعد از یه مدتی که جدایی به وجود نخواهد آمد، غیبت به وجود نخواهد آمد و هم زمانم که زمانم که روی خودمون کار میکنیم و دنبال عیسی مسیح میریم، یعنی پیروی میکنیم. پس الان برگردم به عشا که تو این عشاست که خداوند میگه که من شما رو یک بدن میبینم با استعدادهای با عطاهای واقعا گرانبها. این اتحاد رو نگه دارین، جدایی به وجود نیارین. در یعقوب آخرین آیه رو که میخواییم بخونیم، در یعقوب باب 3 آیه 16 تا 18 است که اینجا میگه که زیرا هر جایی که حسد و تعصب است در آنجا فتنه
و هر امر زش موجود می باشد. لکن آن حکمت که از بالاست اول طاهر است و بعد صلح آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه های نیکو و بی تردد و بی ریا و میوه عدالت در سلامتی کاشته می شود برای آنانی که سلامتی را به عمل می آورند. آمین. اینم یک آیه هست که هدایت میکنه که میگه که الان جدایی هست، تفرقه هست، پشت هم حرف زدن هست. این همه چی باعث میشه که بدن مسیح پاره میشه. فقط میگه که اول این حکمت از بالا اول طاهر هست و صلح آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه های نیکو و بی تردد و بی ریا. و اینجا آخرین آیه عزیزان اینجا میگه که میوه عدالت یعنی شباهت شدن عیسی مسیح. گوش میکنین، میوه عدالت یعنی در عدالت خدا زندگی کردن. میوه عدالت در سلامتی کاشته میشود برای آنانی که سلامتی رو به عمل می آورند. آنهایی که صلح رو نگه می دارند، آنهایی که جدایی به وجود نمی آورند بلکه علیه جدایی می ایستند. تو مسئول هستی برادر خواهرای عزیز. الان می خواهیم بریم تو عشا بریم، خودتو تفتیش کنی. نه فقط تو در این قسمت تفتیش کنی آیا واقعا رابطه من با برادر خواهرها خوبه، آیا پشت برادر خواهرها صحبت میکنم، آیا طردش کردم، آیا پشت ایشان حرف زدم. پس متوجه شو تو جدایی بدن مسیح رو پاره کردی. حتی کسانی هم که میان، کسانی هم که میشنون که خودشون میان غیبت میکنن، خودشون بدگویی میکنن و تو گوش میکنی، اونجا با او چی میشی؟ شریک شدی که بدن مسیح رو پاره کنی، جدایی رو به وجود بیاری. اینجاست که من باید، یعنی شما باید مسئولیت رو ورداریم، بگی من میخوام واقعا برای برادر خواهر من که بدن مسیح هستن میخوام بایستم. هیچ غیبتی، هیچ بدگویی نمیخوام از دهن من اجازه بدم و هیچ چیزی هم نمیخوام بشنوم. حتی میشنوم میخوام ضد ایشان بایستم. و این یک رفتاری هست که ما میتونیم انجام بدیم. با این دید که بیاین عشا رو بردارین، مطمئن باشین خدا به تو قدرت خواهد داد، سلامتی خواهد داد، از هر بدی تو رو حفاظت خواهد کرد و همین چیز میوه عدالت در تو قرار خواهند گرفت، چون تو صلح کننده هستی. آمین. الان چشما رو ببندین. خواهر آذر همزمان که یک سرودی میخونه، فقط چشما رو ببندیم و خودتو تفتیش کن، همینطور که اول خوندیم. پس هر که به طور ناشایسته نان رو بخورد و پیاله رو خداوند رو بنوشد، مجموع بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر کس پیش از آن که از نان بخورد و از جام بنوشد خود را بیازماید، یا هر شخص خود را امتحان کند. بعد از این سرودی که خواهر آذر میخونه دعوت خواهم کرد برای عشا. در شب آخر شاه شاهان نشسته بود بین شاگردان، با دستانان را پاره می کرد، بهر شاگردان حاضر می کرد، بهر شاگردان حاضر می کرد. آنگه شکرد و برکت
دار.